با درود خدمت شما عزیزان و نازنینان در خبربین فیسبوک، تویتر، عرض به خدمت شما یوتیوب و دیگه کجا؟ اینستاگرام، شبکه یور تایم. سپاس دارم ازشون، این برنامه رو مستقیم پخش میکنن. درودی دارم به میلاد عزیزم در خوزستان. عزیزان من، شما بچه های ایرانی هستین، با محبت هاتون من رو سر پا نگاه میدارید، دوستتون دارم. امروز میهمان عزیزی داریم مجدد. جناب دکتر بهمن جلدی هستن، اینجا در خدمتشون هستیم و اگرم دقت کنید این زیرم کامنتاتون دیگه داره میاد، منم از اینجا میتونم ببینم تا اونجایی که میتونم. درود بر همه شما عزیزانم که دارین میایین. کامنت های فیسبوک در این زیر هست و به قول معروف قلبایی که این بغل میذارید و اینا، اینا همه رو اضافه کردیم این دفعه، امیدواریم که آنگونه که باید کار کنه. آقای دکتر بهمن جلدی دو هفته پیش میهمان ما بودن، قدم بالا چشم من گذاشتن در مورد دعوای قانونی که قرار هست در آمریکا و کانادا انجام بشه و برای بازماندگان و البته مجروحین قیام آبان در ایران که به وسیله رژیم مجروح شدن، اینها براشون اینجا دعوای قانونی بکنن و غرامت از رژیم جمهوری اسلامی بگیرن. اینجا بودن، مهمان ما بودن، صحبت کردن. امروز آمدن باز به من محبت کردن که گزارش کاری محبت کنن و ببینیم که کار به کجا رسیده، چی لازمه، چی کمه و چی نیست. پس قبل از اینکه بیشتر از اینکه وقتتون رو کمتر چی میگم وقتتون رو بگیرم، میریم عرض ادب و ارادت میکنیم با آقای دکتر بهمن جلدی عزیزم. دکتر جان خوش آمدید. درود میفرستم خدمت شما جناب آقای هروی، به تمام بینندگان عزیزتون، جوانان ایران زمین، سیاوشان غیور ایران که واقعا اسباب افتخار همه ما ایرانیان در همه جای دنیا شده. بله سپاس که آمدید. آقای دکتر بفهمید ببینیم این پرونده الان در کجاست، چه کردیم در این دو هفته، چه گذشته، اخبار آخرش چی است، چه لازم هست، چه کاری از دست ما برمیاد. خدمت شما. دوست عزیزم جناب هروی، اولا سپاسگزارم که مجددا این فرصت رو برای من فراهم کردید بتونم مستقیم با بچه های ایران صحبت بکنم. دوم این که من تعداد زیاد ایمیلی دریافت کردم که سوال های یکسان پرسیدن و واقعا من توان اینی که این پاسخ ها رو دائم تکرار بکنم نداشتم. از شما خواهش کردم که به من یک زمانی اختصاص بدید بتونم بیام و پاسخ رو به صورت خیلی خلاصه و کوتاه در اختیار دوستان بذارم و خواهش میکنم و دوستان این رو در اختیار سایرین هم بذارم. نخستان که همونجور که خدمتتون عرض کردم یک دادخواستی تنظیم شده و این دادخواست در مرجع قضایی بین المللی در امریکا، در کانادا و همچنین در دادگاه بین المللی ارائه میشه و پیگیری خواهد شد. در حال حاضر ما در حال انجام دادن دو مرحله از این کار هستیم. مرحله نخست جمع‌آوری کردن اسامی که مایل هستن در این دادخواست اسمشون در اونجا یا اسم خودشون یا اسم اون فردی که ازشون درخواست کرده از داخل ایران که بهشون این کمک رو بکنن ثبت بشه. و مرحله دوم که ما داریم همزمان انجام میدیم صحبت کردن با دفتر دادستانی هست. برای انجام این اعمال شما لازم هست که قبلا هماهنگی کرده باشید با دفتر دادستانی. یک مراحل خاص حقوقی برای خودش داره، در اونجا اینها باید این مدارک رو یه مقدار کاغذبازی داره، شما باید مطمئن بشید که حتما این کاغذبازی و این مدارکی که لازم هست همش مرتبه، هیچ نقصی نداره، چیزی کم و کاست نداره و همینطور اون رابطه رو با دادستان ایجاد کرده باشید که مطمئن بشید از تمام شرح قضایا مطلع هست و کاملا بر موضوع اشراف داره. ما این دو کار رو داریم انجام میدیم و در همین جا من میخوام از تمام عزیزانی که یا یکی از اعضای خانوادهشون و یا یکی از اعضای خانواده دوستانشون از قربانیان قیام آبان ماه هستن، خیلی ساده نام و نام خودشون رو، نام و نام خانوادگی مقتول، تاریخ تولد و محل تولد، آدرس
و یا محل زندگی فرد مقتول و تاریخ و زمان وقوع حادثه رو خیلی خلاصه و کوتاه به صورت خط خط اینها رو برای من ایمیل بکنن و در انتهای ایمیل دارم یک خط خیلی ساده این رو یادداشت بکنن که بدین وسیله درخواست میکنیم که دادخواهی خانواده ما رو در مرجع قضایی بین المللی ارائه و پیگیری نمایید. همین و من با این داشتن ایمیل که اطلاعات برسات اون فرد رو دارم و بعدم این درخواست رو من میتونم این رو اسم رو وارد پرونده بکنم و به پیگیری بکنم. بله بسیار عالی. این رو بعد ایمیل شما رو هم اگر دوستان عزیز من دقت کنن در زیر تصویر شما گذاشتم. سپاس از تمام دوستان در اینستاگرام، در یوتیوب، در توییتر، در فیسبوک. دوستتون دارم، دنیا دنیا و ایران ایران. سپاس که آمدید. ایمیل آقای دکتر جلدی این زیر هست، من این بخش رو سوا میکنم، جدای از این مطلب باز خواهم گذاشت. آقای دکتر جلدی چه کاری از دست ما برمیاد؟ کار زیادی برمیاد. کاری که از دست من برمیاد این هست که من این خدمات رو به صورت رایگان انجام بدم و وظیفه‌ام رو دارم انجام میدم. این اصلا من فکر نمیکنم کسی اگر که در دنیای حقوق داره فعالیت میکنه نیازی داشته باشه از کسی که بگه بیاد به من کمک مالی بکنید. باید به هر صورت وضعیت مالیش مناسب باشه. من این خدمات رو به صورت رایگان انجام میدم. هزینه دادگاه رو هم من و یارانم پرداخت خواهیم کرد و این هیچ جای نگرانی برای خانواده های قربانیان در این مورد نباید داشته باشه. این خدمات کاملا رایگانه و همچنین در انتها اگر خسارتی به هر میزانی برای خانواده ها در نظر گرفته شد هیچ سهمی از اون ما درخواست نخواهیم کرد. تمام اون 100% متعلق به خانواده است. این فقط وظیفه یه که ما انجام داریم. این از سمت من. از سمت دوستان دو خواست من دارم. نخواست این که همونجور که تا الان به خوبی این خبررسانی رو در سطح داخل کشور انجام دادن، این کار رو مجددن مطمئن بشن که اطلاعات به همه افراد رسیده، مخصوصا در شهرهای کوچیک. من خیلی اصرار دارم که خانواده های قربانیان شهرهای کوچیک من بهشون تونسته باشم این خدمت رو انجام بدن. میخوام خواهش بکنم این اطلاع رسانی داده بشه. و مسئله دومی که از شما میخوام خواهش بکنم کمک بکنید این هست که به این خانواده ها اگر که خودشون نمیتوانند کمک بکنید این اطلاعات رو از سوی آنها برای ما ارسال بکنید به همین ایمیل bahman.jeldi@gmail.com و در این میون هیچ توجهی به مسائل گفته شده یا بیان شده توسط بعضی از افراد نکنید مگر اینکه اینها حقوقدان باشند و به صورت حقوقی یک نکته‌ای رو بگن که اون هم غالبا افرادی هستن که با خود من تماس میگیرن و کمک و مشاوره فکری میدن. ولی اگر یه فردی که حقوقدان نیست بیاد مسئله حقوقی رو بخواد صحبت بکنه، چیزی به جز گمراه کردن و آدرس اشتباه دادن به دوستان کار دیگه رو انجام نمیده. و واقعا در همینجا من از برنامه خبربین، از شما جناب آقای عربی سپاسگزاری بی‌نهایت دارم و کمک های به سزای شما در این مسئله حتما در آینده چاره گشو خواهد. خواهش میکنم آقای دکتر. اول من وظیفمه، من همیشه گفتم خدمت به ایران و ایرانی افتخاره. یعنی ببینید شما، ما امروز موقعی که به تاریخ مراجعه میکنیم ما قهرمانان جنگ چالدوران میخونیم، ما نخست وزیران و وزیران بزرگ تاریخ رو میخونیم و چه احساسی در مورد اون داریم. من در اون حد نیستم ولی کلن اینها خدمت کردن که ماندن. ببینید خدمت به ایران و ایرانی برای من افتخاره، یعنی وظیفه به جای خودش. ولی به قول مولوی میگه چون که صد آمد نبد هم پیش ماست. موقع که افتخار باشیم وظیفه هم در اون مستتر شده. به هر صورت این از من و این خبربین ناچیز و ناقابل. اما دوستان ببینید، الان امروز وکیلی حقوقدان ایرانی پیدا شده که میگه آقا پول من از شما نمیخوام،
من خودم کارهاش رو مجانی انجام میدم، چون اینجا شما برید هر کیسی که بذارید اگر کانتنجنسی باشه یا مشروط باشه برنده بشید، بین بالا 20 تا 30 درصد هر چی کس رو وکیل میگیره. ولی آقای دکتر جدی میگه من هیچی نمیخوام که سهل هزینه تمام به قول معروف باز کردن پرونده اینا رو خودم میدم. پس نهایتا کاری که میمونه برای من و توی هموطن، یک، این لایو رو شیر کن قربون سرت برم، دو، بیاییم این حرف رو، صحبت های آقای دکتر جدی رو به گونه ای برسانیم که به دور افتاده ترین نقاط ایران برسد. سه، با بتونیم پشتیبانی کنیم که ایشون وقت، چون ایشون موقعی که بره دادگاه جمهوری اسلامی نشسته اونجا شست خودش رو به مکه، اونها هم لابیشون رو میریزن، وکیل میریزن، به قول معروف کیس رو میخوان بی اعتبار کنن و خیلی مدار. پس اگر ما میگوییم که دلاوران و جاودانگان قیام آبان وظیفه ماست که با قدم با قلم و هر گونه که ممکنه پشت این جریان امروز بیستیم تا اینها بتونن حق خودشون رو پس بگیرن، این خیلی مسئله است. این تمنای من از همه شماست. آقای دکتر جدی بفرمایید اگر مطلب دیگری هست که دوستان در جریان باشن. استدام بکنم، من فقط آخرین مطلب رو که میخوام عرض بکنم این هست که از همین تریبونی که شما در اختیار من گذاشتی، اطمینان 100%، اطمینان خاطر کامل به تمام عزیزان بدم که اولا ایمیل های شما محرمانه خواهد بود، دوما تمامی اسامی و اطلاعاتی که میدید 100% محرمانه خواهد بود. تنها کسانی که از این اطلاعات با خبر خواهند شد من هستم و قاضی رسیدگی کننده به پرونده. احد دیگه از این اطلاعات خبردار نخواهد شد مگر اینکه شما خودتون برید و صحبت بکنید که مثلا ما رفتیم درخواست دادخواست دادید. بله، اگر شما مطرح نکنید تمامی اطلاعاتتون محرمانه خواهد بود. این یکی از بخش کارهایی که داریم با دادستان اینا رو هماهنگ میکنیم. و دوم این که علارغم این که من واقعا از همین جا از صمیم قلبم و روحم تسلیت عرض میکنم به خانواده قربانیان حادثه هواپیمای مسافربری و همچنین سایر عزیزانی که در اتفاقات گذشته یا در سالهای گذشته به دلایل مختلف عزیزانشون از دست دادن، ولی این رو با کمال فروتنی میخوام عرض بکنم، این دادخواست فقط مخصوص قربانیان قیام آبان ماه و متاسفانه من امکان اینی که اسامی افرادی که در سقوط هواپیما جان خودشون رو از دست دادن در این دادخواست اضافه بکنن ندارم. اسامی افرادی که در سالهای گذشته یا توسط اراذل و اوباش سپاه یا بسیج به قتل رسیدن یا به صورت مشکوک کشته شدن، اضافه کردن نام اونها در این دادخواست ندارم متاسفانه. هر کدوم از اونها موضوعات حقوقی جداگانه ای است که لازم است یک دادخواست جداگانه ای برای اونها داده بشه. در همین جا عرض میکنم من با تعداد زیادی از جوانانی که در طول قیام آبان ماه مجروحیت پیدا کردن صحبت کردم، حتی بعضیشون دچار معلولیت شدن، ساچمه به چششون خورده. خب این جوان 21 ساله تا آخر عمر این دچار معلولیت شده. با همکارانم هم به دنبال اون هستیم که یک دادخواست موازی در کنار این دادخواست قربانیان برای افرادی که دچار مجروحیت و معلولیت شدن همزمان انجام بدیم، اما اون هم ما ناگزیر هستیم که یه محدودیت زمانی براش قائل باشیم. این نمیتونه از ابتدا تا این تا همینجور باز باشه. محدودیت زمانی ما قیام آبان ماه. بنابراین استدعا میکنم از همینجا این پوزش من رو بپذیرید، ولی متاسفانه من نمیتونم بجز افرادی که در قیام آمان ماه یا قربانی بودن و یا اینکه دچار مجروحیت و معلولیت شدن اسامی افراد دیگری رو به این لیست اضافه بکنم. نه، بسیار عالی، بسیار عالی، محبت کردید، گفتید همین هم که دارید انجام میدید شامل هزاران به قول معروف هزاران تن ایرانی خواهد بود و واقعا کار ساده ای نیست. شما هر پرونده ای رو، هر کیسی رو بگیرید، فایل کنید، اول مرتب کنید، راستیابی کنید، بعد فایل. این بسیار، هموطنان، کار بسیار سختیه،
کار بسیار طاقت فرسا و بزرگی است. یعنی در همین حد ما بتونیم در جامعه بین المللی در دادگاه ها یک محکومیت برای رژیم اسلامی بگیریم، بعد میبخشین آقای دکتر من فضولی میکنم، ولی به خاطر قوانین جوامع غرب قاضی بعدی اگر پرونده بعدی بازشه برمیگرده به حکم این پرونده رجوع میکنه و اون رو تایید میکنه و با سه پرونده جدید باز از این استفاده میکنه. پس این قدم بسیار بسیار بزرگی است، قدم بسیار بزرگی است. ازتون تمنا میکنم، ببینید من و شما هموطن من، نور چشم من، کار خاصی از دستمون بر نمیاد، آقای دکتر و دوستانشون رو انجام میدن. کار من و توی هموطن نازنین نور چشمم فقط رساندن خبره، شیر کردن اینه، پژواک صدای دوستانی است که دارن کار میکنن. بسیار عالی آقای دکتر، سخن آخر رو میسپارم دست خودتون تا ببینیم که به قول معروف در باز در برنامه بعدی بیاین در خدمتتون باشیم و این رو بررسی کنیم. کجایی بفهمید؟ حتما، بسیار سپاسگزارم. از همینجا من از تمامی حقوقدانان عزیز و گرامی که تماس گرفتند و پیشنهاد کمک دادن سپاسگزاری میکنم، واقعا نهایت سپاسگزاری رو دارم. من همینجا میخوام به تمام بچه های ایران بگم، بسیار بچه های عزیز ایران زمین، شما تنها نیستی، همه ما در کنار شما ایستادیم و هر کاری از دستمون بر بیاد برای شما انجام خواهیم داد. من به نوع خودم کاری که میتونم انجام بدم انجام میدم. جناب آقای هروی کاری رو که دارن انجام میدن واقعا بی نظیره. خود این اعراض الاوباش رژیم به صورت بسیار آشکار دارن میگن که در مورد تبلیغات شکست خوردن و این دلیلش همین خدماتی است که روشنگریایی که افراد ایران پرست پرستی مثل آقای هروی دارن انجام میدن. از راه دور واقعا تعظیم میکنم به تمام این شهامت و شجاعت شما سیاوشان ایران زمین و فقط یک نکته رو عرض میکنم، قدرت ایران ناشی از قدرت شما جوانان ایران است و قدرت شما جوانان ایران ناشی از یک پارچگی ملت ایران و نور بر ظلمت پیروز است. دوستتون دارم، شما رو به خداوند ایران زمین میسپارم و به زودی در برنامه دیگر در خدمت شما خواهیم بود. به درود، سپاسگزارم از شما.